وقتی انقلاب شد نزدیک به یک سال بود که به هر حال از روز 29 بهمن سال 56 شروع شده بود، کم و بیش خیابونا خب شلوغ بود، نزدیک یک سال در شهرهای بزرگ و یواش یواش به شهرهای کوچک رسید و به شهری که میدونید به هر حال تبدیل به انقلاب شد، در اول اینطوری نبود. وقتی این حال صورت گرفت کمتر کسی به فکر این بودش که الان مثلا چریکای فدایی یا مجاهدینی که البته اطلاعات اینطوری جزئیات که دوتا گروه هستند و اینا توی دسترس عموم نبود، بنابراین اکثریت جامعه اصلا خبر نداشت، اما به هر حال میدونستن که یک اتفاقات گروه‌های مسلحانه وجود داره، ولی فکر این که اینا الان دارن چیکار میکنن بیشتر به اینجا میچربید که خب اونها هم به ترتیبی اومدن بیرون تو مردم هم دیگه، بنابراین حکومت هم دوست داشت و تو تبلیغات خودش میگفتش که اینها اسلحه دارند، از خارج آمدند و توسط خارجی ها حمایت میشن و از این حرفایی که معمول هست. ولی وقتی که انقلاب شد و گذشت بعضی از این امور اومد بیرون و بعضی ها خاطرات نوشتن و چه کار خوبی کردن و از تو این خاطرات ما فهمیدیم که بوده است جاهایی از این خانه های تیمی که در حالی که مردم تو خیابون بودن و شعار میدادن و اینها در خانه های تیمی شعارها رو میشنیدند، ولی به دلیل اینکه در اون نظمی که داشتن پیشبینی نشده بود همینطور مونده بودن اون تو، یعنی در خانه تیمی مونده بودن در آرزوی انقلاب، انقلاب پشت پنجره اتفاق افتاده بود و دیگه بعضی هاشون میگن که در اون روزهای شلوغ وقتی که یه کسی میرفته بیرون که سر گوش یا بده یه چیزی بخره یا کاری انجام بده گاهی بر میخورده به ساواکیا و به تصور این که تحت تعقیبه میخواسته راه خودشو گم کنه و یه مرتبه یکیشون نقل میکنه که اون ساواکیه صدا کرد گفت نه بابا ما خودمونم داریم در میریم. ولی روایتی که یکی از این خانم ها میکنه در کتاب یادداشتش و فوق‌العاده است، مریم خانم سطوت، اونجاییست که میگه که ماها بر اساس اینکه بر اساس نوبت یا کشیک یا هر چی که اسمش هست میرفتیم گاهی بیرون، معلوم بود خب سر صداش هم میومد، شبا الله اکبر هم بود اینا، این بحث تو ما شده بود که خب اون انقلابی که میخواستیم مثل که داره اتفاق میافته، ولی مطابق موازین نمیشد و رئیس گروه ما که خیلی آدم خشکی بود صف وایساده بود که حق نداریم ما بریم از در بیرون و این همینطور ادامه پیدا کرد تا یکی که از جمله خود خانم نویسنده هست به این نتیجه میرسه که این غلط این دستور و بنابراین اسلحه خودشو میذاره رو میز که تحویل بده و در حقیقت بگه که آقا من میخوام برم به انقلاب بپیوند. او که بر سر قرار و به اصطلاح موازین بوده از سفت و سخت، مطابق نظم پیشین باید کسی رو که اسلحه‌شو تحویل میده رو دشمن فرض کنید یا کسی که وادات خودشو یا یک کسی که ممکنه خیانت کنه، بنابراین او دستش به اسلحهش نزدیک میشه و نزدیک بوده که یه حادثه خیلی بزرگی اتفاق بیفته که اگر میمون تو تاریخ عجیب بود که انقلاب دلخواه اتفاق افتاده ولی تو خانه تیمی ادهی همدیگر بکشن سر مقررات، ولی واقعش اینه که این اتفاق افتاده بود. از این داستان کوچیک یه چیز خیلی بزرگی رو میشه پیدا کرد و اون اینکه اصولا نفس پنهانکاری و رفتن در خانه تیمی یک وجهش هم غافل شدن از وضعیت اصلی جامعه است.